چنانچه که یک قسمت تقریبا 90-95% عالم اسلامی به دلیل و تفکر آماده نیستند، فقط ایمانیاتشان کاملا به تقلید استوار است. آیا اینمی ایمان قبول هست یا نیست؟ نسل جوان ما به یک رساله فارسی هزاران انسان را حکم تکفیرش صادر میکنند که در اصول تقلید داره یا نادرست است. الله رب العزت رحم کنه. میایم سری از اینکه آیا هل یجوز التقلید فی الاصول، آیا تقلید در اصول جایز هست یا نیست؟ یعنی بی دلیل، به تعبیر آسانش، معرفت الله مانندی که مردم شناخته ان، معرفت جنت مانندی که مردم شناخته ان، معرفت برزخ مانندی که علما مردم میشناسن، اینمی تو باورمندی را مدارم. چنانچه که یک قسمت تقریبا 90-95% عالم اسلامی به دلیل و تفکر آماده نیستند، فقط ایمانیاتشان کاملا به تقلید استوار است. آیا اینمی ایمان قبول هست یا نیست؟ این حرف خیلی حرف بزرگ است. هدفم در اینجاست که جناب امام مالک مفتی اعظم مدینه منوره میگه لیس فی الدین مسئله خفیفه، یا لیس شیء فی الدین خفیفون، هیچ مسئله در دین آسان نیست، هیچ مسئله در دین نیست که او را آسان نامیده شوه. آره، یرید الله بکم الیسر و گپی جداست، الله نمیخواد با شما سختی بیاره، لیکن فهم و فتوا به مسئله دین آسان مسئله نیست. اینی یک بحثی است که عالم در حیرتن. سری از یک کمی با دقت تمام اندیشیدن در کار، خصوصا اهل مدارس و دانشگاه که دست بالا دارن، سوالم اینجاست که ایمان تقلیدی درست هست یا نه؟ به این معنا یک نفر 70 سال عمر داره، منطق دلیل نظر استدلال نداره، فقط میشناسه الله یکیست چنانچی میگن، رسول بر حق است چنانچی میگن، امی از دنیا رفته، مؤمن رفته بیا به ایمان رفته. اینمی سوال است که این متعلق میشه به این بحث ما که لا تبلغه الاوهام ولا تدرکه الافهام، وهم ما الله ما را درک نتانست، عقل ما درک نتانست، اما صفاتش در اختیار ماست، معرفت الله به صفاتشان، معرفت داشته های غیبی به آدرس قرآن و نظام رسول گرامی. آیا چه رقم بشناسیم، تقلیدی یا خود ما؟ هر کس باید دلیل داشته باشه، هر کس. عزیزان من، هدفم به نموت و صورت استفتایی است در فن عقیده که مردم عوام جهان اسلام که 90% عوام هستند، ایشان ایمانشان منظور هست یا نیست. در اینجا متکلمان امت، اصولیان امت و مانند از یاد دیگرا نظریات متفاوت دارند، ولی قضیه را تا ختم قضیه با من باش. جناب امام رازی رحمت الله علیه یک عالم دین است، اهل مدارس میشناسند ولی عامه مردم چندان نمیشناسند. فخرالدین رازی که صاحب مفاتیح الغیب بالای قرآن تفسیر داره در 17 جلد و این شخصیت متوفای 604-5-6، روایات کمی مختلف است، یعنی عالم قرن ششم است، فعلا 1442 است و سرانجام از ساکنان هرات است و در عین حال کمالی از این شخصیت است در فن عقیده ورد بالای فرق باطله، تمام فرق باطله دست بلند داره و در فن عقیده متکلم و متخصص است. در اصول فقه نیز دست بالا داره، یک کتاب داره المحصول فی علم الفقه یا فی اصول الفقه، کتابش المحصول است، کتابی که به نام محصول و دستاورد و نتیجه هست، بحثشان تخصصی در اصول فقه است. در اینجا میگه دانشمندان عقیده اختلاف نظر دارن عزیزان من، ولی بحث جمهور محدثان امت
باورمند به ایستن مفسران محدثان ایمان تقلیدی قبول نیست. هر کسی باید به منطق دلیل الله را به یکتایی بشناس و ملائک را جنت را به دلائلی که الله و رسول روان کرده و مو دلائل نتیجه ای می برایه. آیات متعلق به عقیده، احادیث متعلق به عقیده یک نصاب تعلیمی در جهان اسلام باش. در مکتب، در صنف ابتدایی، متوسطه، لیسه تا دانشگاه مرحله به مرحله آیات و احادیث عقیده نصاب بندی شوه. زن و مرد امت اسلامی لازم است که را دانسته باشند، در غیر آن ایمانشان منظور نیست، معنایش امیس. ولی در باب فقیهان امت خصوصا چهار مجتهد مشهوری که میشناسیم از ایشان روایات متفاوت است. به تعبیر من نقل المذهب عسیر جدا. با آنی که روایات متفاوت هست، جناب شیخونا آمودی رحمت الله علیه یک کتاب دارد، این شخصیت متوفای 631 است، 631 قمری، حال که 1442 شما منف کنین. تاریخ وفات یک عالم را نام گرفتن بیداری به شاگردان معاصر ماست، چون قدامت در یک فن به عنوان عنصر کمی میزه و امتیاز خاص داره. این جمله مرا یاد بگیرین شاگردای عزیزم. مثلا بدریان امت، شاگردان پیامبر که در بدر شرکت داشتن، ایشان میزه و امتیاز خاص دارند. چرا؟ زیرا نخستین مبارزه در برابر دشمن است، یا نسبت به دیگرها قدامت داره. این را به نام عنصر کمی در کمالشان میگن، کمالشان از نظر تاریخ. لذا جناب آمودی یک کتاب در اصول فقه داره به نام الاحکام فی اصول الاحکام. در اینجا یک جمله گرامری را به اهل مدارس اشاره می کنم. او امیست که اسمای کتب که به عربی است، شما بیشتر بدانین که آیا به کسر امزه است یا به فتح امزه. الاحکام فی اصول الاحکام است، الاحکام فی اصول الاحکام است، الاحکام فی اصول الاحکام، چون زیر و زبر نداره، چون زیر و زبر نداره. در فن نویسندگی عربی و در ادبیات عربی هرگاه که به زیرش همزه مانده شده بود به کسر همزه است، همزه دانباز. هرگاه در بالا مانده شده بود به فتح همزه است. وقتی که شما سراغ ازی میرین در نام کتاب که در ال احکام در زیرکش یک همزه مانده، به تو رهنمایی میکنه که به کسرش است. در مضافون پشت سرش که فی اصول الاحکام است، در بالایش یک همزه مانده. این یک اصل نویسندگی هست در ارتباط با داشته ها و آرایش عربی و ارایش نویسندگی در عربی میره ایجاب میکنه. مانندی که در ادبیات نام گرفتن ابن العربی و ابن عربی دو شخصیتن. ابن العربی محدث کبیر مفسر مالکی است، ابن عربی رهبر وحدت الوجود شخصیت عرفانی است. پس از این خاطر یک دو ادبیات استثنایی را خدمتتان عرض کردم، به خاطر ازی که من همیشه به دوستای میگم عزیزان من که نام گرفتن کتاب اسمای راوی ای از سمتای علمی تو خیلی نمایندگی میکنه. من یک مدت یک کتاب بالای بخاری است در قرن 3، صاحبش ابو سلیمان خطابی میگن در 288 از دنیا میره. در سطح دنیا اولین کسی که به بخاری شرح نوشته کرده ابو سلیمان است، و این ابو سلیمان از جنوب افغانستان، از هلمند گونه، و نوشته را در بلخ کرده. کتابش اعلام الحدیث است، ولی من در صوتی ها دیده باشین اعلام الحدیث گفتیم. او از غفلت و بیخبری من، غفلت وظیفوی را مرا معذور دار، اعلام الحدیث در بالایش همزه است. به این خاطر ای اشاره میکنم که نام گرفتن کتاب راوی مطالب جملات به شکل اصلیش در سمت علمیت می افزاید. به او تناسب این شخصیت به نام مشهور و آمودی است، در کتابای اصول که تدریس میکنین میآیه، نامش میآیه. و اینمی کتابش است که خدمت عرض کردم، الاحکام فی اصول الاحکام، متوفای 631 است. از نظر تلفظ نام کتاب هم خدمت عرض کردم، از نظر عنصر کمیشم. و ایشان در این باب میفرمایند که چهار مجتهد امت اسلامی قول فیصلشان است که نه
مردم عوام قدرت استدلال را ندارن، مردم عوام توانمندی و دلائل را ندارن. امی که گفتن آمنتو به رب کما آمن الناس، آمنتو به محمد کما آمن الناس. ما به الله مو ایمان داریم که عالم اسلامی داره، به الله مو ایمان داریم که به رسول گرامی که عالم اسلامی داره. پس اینی رقم، این رقم ایمان را میگه منظور است، یعنی به اتفاق چهار مجتهد امت اسلامی میگه منظور است. جمله مرا از یاد مبر، نقل المذهب عسیر جدا. اندیشی یک مذهب را مستند بیان کردن بسیار سخت است، بسیار زیاد، زیرا اصل یک فلسفه علمی است، خصوصا به اهل مدارس. مجتهدان امت اسلامی زندگیشان به اساس منطق دلیل بوده، زندگی به اساس منطق دلیل. امروز یک فتوا را می دادن، یک سال بعد دلیلی به اختیارشان می آمد، از این فتوا به سادگی رجوع می کردن و او فتوای جدید می کشید. آل من و تو 1400 سال بعد، 1000 سال بعد اونمو فتوایش دیدیم که قبلا داده بود. همیش گفته میریم که فلان امام چنین میگه، ولی یک روز خبر میشه که از این قول رجوع کرده. بناء نقل المذهب عسير جدا، نقل مذهب خیلی سنگین است، خصوصا در فرق عصر ما. هر کس بریلوی این تو میگه، سلفی این تو میگه، خلفی این تو میگه، لیکن وقتی که او را پرسان میکنیم تو نیست، خودش میگه ما خیره نمیفهمی، شما از کجا کدینی را. نقل المذهب عسير جدا به این معنا از مجتهدان روایت در این باب متفاوت به دیدگاه ها دیدمش. اما آمودی رحمت الله علیه می فرماید قدر مشترک چهار مجتهد امیس، ایمان مردم عوام باید بدون دلیل منظور باش، یعنی منظور است، به ایمان نرفته. ای بحث به این خاطر خدمت عرض می کنم در جامعه من و تو این فکره نیز در حال فربه شدن و چاق شدن است. و امیس به تن میگن امام ابو حنیفه گفته ایمان مقلد درست است، در حالی که میگه قرآن میگه درست نیست. قرآن میگه این فی خلق السماوات والارض، میگه در پیدایش آسمان و زمین، در گردش شب و روز، در گردش بادها و ابرها، همه ملت ها بیندیشن، دلیل بگیرن که خالق یکتا داره. قرآن میگه دلیل بگیرن. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. با آسمان نگاه کو چیگونه، با کوها، با زمین، با تمام زندگی ها، با شتر نگاه کو، دلیل بگه که خالق یکتا داره. اما امام ابو حنیفه گفته که ایمان مقلد قبول میش. این بس به صورت و به رسم تن میگن. از این خاطر من خدمتتان عقیده را برجسته میکنم با موضوعاتی که در خور زندگی شما باش. به این خاطر اجماع چهار مجتهد را این شخصیت نقل کرده به این معناست که اگر روایات دیگری هست ممکن است مفتابهی نباش، ممکن است مرجع عنه باشه. باز هم ما متأکد سر اتفاق چهار نیستم، جمهور فقیهان امت اسلامی به این باورمندن که ایمان مردم عوامی که قدرت استدلال ندارن منظور است، یعنی الله را به یکتایی قبول کرده، رسول گرامی را رسالتش قبول کرده، عذاب قبر و برزخ و جنت و دوزخ قبول کرده، اما دلایل نداره. مثلا امیال شما یک سیمینار بگیرین در افغانستان، مردم عوام جمع کنین، بگو از تو چند سوال دارم، میگه بگو. بگو الله چند تاست، میگه یک تاست. بگو هم یک دلیل، خوب بگو. حد اقل قول هو الله احد بیاد از این نمیه، حد اقل قول هو الله احد بیاد از این نمیه. چیگونه که چه خاصایی که لو کانت فیهما آلهتن بخانه، یا از زمین و آسمان استدلال بیادش نمیه. از نظر مجتهدان عصر من و تو یا کافرن، از نظر مجتهدانی که در عصر امروزی ایمان تقلیدی را رد میکنن این بیدین است. اگر از دنیا رفته باشد جهنم ابدی است. اگر خودش پرسان کنیم که مادرت، پدرت، بابیت، امینا دلایل میدانست، نه خیلی یگانه فرزند مسلمان توستی دیگه، الله رب العزه رحم کنه. به این خاطر خدمت عرض کردم به اهل مدارس هم بعضی جملات مشهور است. به درس اولی هم مگفته بودم، باز نگوین که همیشه انتقاد میکنه، انتقاد نیست. ما گفتم که علما اصل تصفیه شده عنوان کنن، تقدیم کنن. علما کالاهای دوخته شده به قد اندام برابر به ما بیان کنن. لذا عزیز دلم،
جملات مشهور است که تقلید خود در فروعات است، در اصول نیست. همین تو یک جمله مشهور است، در حالی که مسئله خورد نبوده. اگر قرار باشه که تقلید در اصول ناروا باشه، مردم کلی که بدین میره، بسیار کلان جنجال میشه، بسیار زیاد. از این خاطر خدمت عرض کردم دلائلی که ما داشته باشیم، اونا خو پیش کردن که این فی خلق السماوات افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. در این راستا هم دلایل باید داشته باشیم. عزیزان من، دلیل ما ایست که فقیهان امت اسلامی میگن، من همیش به شاگردا میگم قرآن و حدیث را که میفهمیدین فقیهانه، ادیبانه، مخلصانه بدانین. این سه اصطلاح را ناگزیر استم خود ما بیان کنم، به خاطر ازی که مطلبی ما فهمیده نمیش. فقیهانه معنای گپی ما همیست، فقه قرآن حلال و حرامش را، فقه حدیث حلال و حرام را، با فهم سلف چار مجتهد و ائمه حدیث بدان. یعنی از قرآن به نظر خودت حلال و حرام نکش، از قرآن به نظر خودت حلال و حرام نکش. چرا؟ به او سیمت نیستی، به سیمت کسی، به فکر کسی برو که به سیمت بود. بنان چهار مجتهد امت اسلامی قرآن و حدیث فقیهانه می دانستن، به این معنا که فقه قرآن به فهم صحابه می دانستن. وقتی که ادیبانه میگم معنای گپم ایست، صرف و نحو و بلاغت در نظر بگی، صرف و نحو و بلاغت در نظر بگی. وقتی که مخلصانه میگم بسان امام ربانی، امام ربانی رحمت الله علیه، وقتی که خرافات و مزخرفات رد میکنه با میگه اولئک الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعیبا، این رد مزخرفات از این آیت به خاطر آمدن اخلاص استدلال میکنه. بنان جناب شخصیت ها میگن جناب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که اسلام را به جهان عرب عرضه کرد، اجلاف عرب، اجلاف جمع جلف است، اجلاف عرب به این معنا عربی بیوقوف، عربی کم علم، عربی که هیچ سطح آگاهی نداشت، عربی که به امی بودن، بی سواد بودن شهره داشت، اینمی مردم ایمان برشان عرضه کرده و اقامت دلیل از پیششان مطالبه نکرده. وقتی که دلایل پیش چه ایمانیات پیش میکنه، ایمان ملت ها را بدون دلیل قبولش میکنه. وقتی که او میگه آماده میش اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی میگه که پیش میکنه قبولش میکنه، میگه مؤمن است دیگه. از این اقامه دلیل استدلال مناظره های معتزلی و خوارجی را با این و آن پیش نمیکنه. عزیز فهمیده میشه ملتی که سطح آگاهیش پایان است، مانند اجلاف عرب، ملت کم علم عرب، به نفس ایمانشان رسول متقاعد میشه، از یا اقامه دلیل نمیکنه، معلوم که ایمان منظور بوده. دوم دلیل، در حدیث رسول گرامی دو حدیث میاد، در بخاری ضمام ابن ثعلبه، فقط ایمانیات بمون نفس اعترافش قبول میکنه، دلیل نمیخواه. سوم جناب خالد ابن ولید در یکی از غزوه ها ملتایی که مسلمان شدن عربی یاد نداشتن، گفتن سبعنا سبعنا، ما از دین کفری رجوع کردیم به دین اسلام آمدیم، و ایشان را که زبانشان خالد نمیفهمید ایشان را کشت. رسول معظم اسلام دستش به علا بلند کرد، گفت از این کردار خالد من براءت و بیزاری می طلبم، زیرا مو ایمان قبول بود، اما سبعنا بدون اقامه دلیل قبول بود. چرا؟ یا به کشتار رفتن، یا هم ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. صحابه کرام کسی را که در سفر جهاد کلمه خواند کشتنش. رسول گرامی گفت چرا کشتین؟ گفت از ترس کلمه را خوانده بود نه از دل. آنجاست که قرآن میگه کسی برات سلام داد، سلام ایمانی او را کافر نگو، لست مؤمنا نگو. اینی دلایلی است که به فقیهان امت اسلامی به ما نشان میده که ایمان تقلیدی به مردمی به استعداد درست است. پس تقلید نه تنها در فرو یک رای نجات انسان ها بوده، بلکه تقلید در اصول نیز نیازمندی ما و شماست، وگرنه ملت عوام کلشان در بدر و خاک بسر میش، به تناسب نفس ایمانشان قبول.
بعد از وفات رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، محدثان امت می فرمایند صحابه فتوحات داشتند در مصر و عراق، افغانستان، آذربایجان. ملتای عجم را که مؤمن شد، نفس باور به توحید و ایمانیات را قبول کردند بدون اقامه دلیل. بدون اقامه دلیل قبول کردند. اینمی به ما دلیل است که ایمان در تقلید قبول میشه، ایمان به تقلید. پس این دلائل بود از شخصیتای علمی. به این خاطر ما از موضوع بیرون نرفتیم. لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. وهم و درک عقلی ما به الله نمی رسد، اما به یکتاییش باورمندیم. باورمندی ما یا به دلیل و استدلال و یا هم به تقلید. تقلید به این معنا رسول گرامی باور داشت الله یکیست، من باور دارم. علما باور دارن الله یکیست، من به مانند ایشان باور دارم. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس. پس از این خاطر خدمت عرض می کنم، تخصص که در یک جامعه نباشه، باز جامعه به کشمکش و بحران میره. نسل جوان ما به یک رساله فارسی هزاران انسان در حکم تکفیرش صادر میکنن که در اصول تقلید داره یا نادرست است. الله رب العزت رحم کنه. بله، تحقیق علمی، نظریات متفاوت بوده. قانون در نظریات متفاوت همیست که باید دراست و مقارنت شوه. دراست و مقارنت یعنی قول راجح بیان شوه. بناهن فقهان امت اسلامی و اصولیان گفتن قول کسایی که مردم عوام را ایمانشان ده بدون استدلال قبول کرده ان، این قول راجح هست به دلیل قوت دلیل. زیرا قوت دلیل از قرآن، از حدیث، از دور صحابه و ما معلوم شد که ایمان ایشان قابل قبول است. پس به این تناسب خدمت عرض کردم دوستای عزیزم، اما وقتی که امر از این قبیل شد، یک برداشت غلط دیگه باز نکنین خواه، یک برداشت غلط دیگه. او برداشت امیست که خیب استدلال ای جای نیست، یعنی استدلال در دین ایج نقش نداره. چنانچه یک جمله عارفان امت مشهور است که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. در اینجا اول خب معنای از این امیست، وقتی که انسان راه می رود، راه چند رقم راه رفتن است. یکی پا برهنه راه می رویم داخل سالون و خانه، یکی هم با بوتی چوبی. کتی بوتی که از چوب ساخته شده باشه گشتن خیلی سنگین است. و این بوتایی را که در عصر امروز است کرمچا بدو بدو نی، کتی چوب کهی رقم به سرعت دویدمش. این هدفم در اینجاست که معنایش ایست، سفر کردن به یک مقصد رسیدن. پایلوچ یک انتخاب و راهکار، با بوت معمول دنیا دوم بوت، و از سومش امیز که از چوب یک بوت است و به کوی سمنگان بالا میش. دقیقا در میان عرصه خیلی فرق است. باز اینجا میگه که رفتن به یگانگی الله رب العزه، به معتقدات، از آدرس میگه دلیل رفتن مثل پای چوبیست، بی دلیل گرفتن اونا مثل طبیعیش است. ای تو یک معناست. لکن بیاد داشته باشین عزیزان من، دینمی شیر خودش استدلال است. به این ظرافت اهل مدارس به زودی میدانن. بینمی شیر خودش استدلال است. چرا؟ پای استدلالیان چوبین بود، یعنی استدلال رد کرد. چرا؟ زیرا که مانند پای چوبی است. عدم استدلال ترجیح داد. چرا؟ طبیعی است. همی خودش دلیل است، همی چیزی را که رد کرده خودش دلیل است. پس معنایی است که کدام معنای خاص داره. معنایش همی است که استدلال فلسفه، استدلال فلاسفه، آنچه که فلاسفه به یکتایی الله رفته ان، او استدلالات پای چوبی است. تو را به سطح بام نمی رسانه، تو از زینه بالا شو که به علم یقین، عین الیقین، حق الیقین برسی. سه مرحله. این سه مرحله علومی است که انسان به او نیاز داره. به این سه مرحله از استدلال فلسفه رسیده نمیش. و اگر چنین مرادش باشه از قبل و بعدش فهمیده میش. از قبل و بعد این اشعار فهمیده میشه که به سر فلسفیان رد کرده. و اگر چنین نباشه در عالم غلبه است، به ما دلیل شده نمیتونه. میاییم سر از این که دلیل به ارزش نمیدانیم. مثلا یک مثال میتم. سر یک بام خیلی پول انگفت است، خیلی زیاد، دلار کلدار افغانی، خوردنی های عجیب است. یک زینه پیدا میکنی سر بام میری،
سر بام که رسیدی به هدف رسیدی، لیکن ایره به ای باور نباش که آل زینه به هدر رفت. به ای باور نباش که زینه آل هدر رفت. چرا؟ اگر زینه نمی بود بالا نمی شدی. وقتی پول و پیسه را بگیری در پایان شدن باز به زینه نیاز داری. یعنی هدف ایست که زینه را هدر به معنا فکر نکن. عین شکل وقتی که ما از استدلال به عنوان اندرپایه، نردبان و زینه رفتیم به قله های علمی رسیدیم، به علم یقین و عین یقین و حق یقین رسیدیم، با استدلال گیله مشه جمع نکو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. ولی اگر به استدلال کرامتن معجزتن بالا شده باشی بازو گپی جدایی است. به این خاطر اصل مهم ای است که مقصد مهم است. ما سر وسایل هم از لیست نمی کشیم. باز او رقم استدلال نکو که پای استدلالیان چوبین بود. چرا؟ علم تقلیدی یقین بلا ایمان تقلیدی قبول می شده. ایگه پا نزن، زیرا او مطلبی را که از آدرس استدلال میگیری بازو گپی جدایی است. علم یقین، حق یقین، عین الیقین، حق الیقین. یک مثال در این سه علم برد میتم. یک آدم از سرش اعتماد داری، برد میگه امی انار خیلی شیرین است، امی لوبیایی خیلی شیرین است. این علم یقین است، چون اعتماد داری، چون اعتماد داری. بعد از او این نفر خودش میخوره برات میگه چی خوشمزه است. ای پیشتر علم یقین بودی، عین یقین شد. خودت یک توته ازیره که خوردی که صادقانه شیرین است با حق الیقین میشه. مراحل کشف علمی در تزکیه و عرفان و در رسیدن در باب عقیده امی سه مرحله است، لیکن به شعار و لوگو نمیشه. این در حقیقت یک بحث عملی است که انسان به این مرتبه برسه. سری مطلب میایم، با آنی که وهم و عقل ما الله ما را درک نمی کنه، با آن هم به عنوان امر غیبی به یک تایی الله رب العزت باورمند استیم. این باورمندی را به دلیل داشته باشیم یا به دلیل هم قبول میش. نفس قبولیت به دلیل مفتابهی است، لیکن رسیدن از باب دلیل کمال است که به او مرحله های سیگانه می افزایه. عین یقین، علم یقین، عین یقین، حق الیقین. او مرحله را فراموش نکن. موسوعه کویتی یک منبع فقه معاصر جهان اسلام است. اونجا میگه جمهور اصولیان گفته ایمان تقلیدی قبول نمیشه، لیکن در ادامه میگه اینجا یک تنقیح هست با اتفاق چهار مجتهد اهل سنه والجماعه، امو ایمان تقلیدی که به حق رسیده باشه قابل قبول است. ایمان تقلیدی که به حق رسیده باشه قابل قبول است. ولی اختلاف در اینجاست که دلایل نگاه نکرده گناهکار شده یا نشده. ایره گپ بزن، از قبولیت ایمان نه قبولیت بگذر، اتفاقا قبول شده لیکن دلایل نگرفته گناهکار شده نشده. میگه محققان امت گفتند که گناهکار هم نشده. چرا؟ به مو اهداف عقیده رسیده، به مو اهداف عقیده رسیده عزیزان من. پس به این تناسب خدمت عرض کردم که بس در جایگاه دلیل در ایمانیات و اصول است. نه آن استم که پای استدلال چوبی باش، بلکه مراد اونجا خاص رد استدلال فلسفه و یا هم در حال غلبه حال شریعت عام شده نمیتانه. و دوم مسئله است، کسایی که به دلیل باورمندن ما نمیتانیم او را کافر بگوییم. سوم مسئله، آیا گناهکار شده نشده؟ اختلاف نظر و دیدگاه، تحقیق امیست که گناهکارم نشده چون به ثواب رسیده، امو بخشش. جایی که به خطا باشه خوکه پی جدا است که چرا به دلیل نرفت. تا اینجا را مطالبی را که عنوان کردم در متعلق به معرفت الله رب العزه، کمک ما به شما دوستای معمیس که فردای مدرس مدرسه میشی به شرح عقاید ابوالمنتهی و نور الظلم معرفت الله را و تقلید در اصول را تو حد اقل مسلط باشی که با شاگرد تفهیمی غلط نکنی.